سلام بیننده آماج از تلویزیون یک هستین. همکاری‌های استراتژیک و پایگاه دائمی استراتژیک آمریکا حدوداً یک سال هست که بحثش داغ است و رسانه‌ها را پر کرده و همچنان محافل سیاسی و دولت مردان افغانستان. پس از این یک سال وزارت خارجه افغانستان میگوید که در 4 ماه پیش رو قرار است که پیمان استراتژیک با آمریکا به امضا برسد. ولی در هفته اخیر رایان کراکر سفیر آمریکا در افغانستان گفت که سند روابط استراتژیک آمریکا با افغانستان در پیمان نه بلکه در یک اعلامیه استراتژیک خواهد بود. در نخست رامش آرمان بحث پیمان استراتژیک با آمریکا را پیگیری کرده با هم می‌بینیم. تلاش‌های آمریکا و افغانستان برای امضای پیمان همکاری‌های درازمدت استراتژیک. اکنون زمان امضای آن نزدیک شده است. تا پیش از ماه دسامبر سال روان به امضا می‌رسد. اما یک نکته هنوز مشخص نشده است که این همکاری ها در قالب یک پیمان به امضا می رسد یا یک اعلامیه. حکومت افغانستان از عقد پیمان حرف می زند، اما سفیر امریکا از اعلامیه مشترک. ما اکنون بالای یک سند همکاری راهبردی کار میکنیم که روشن خواهد ساخت امریکا پس از سال 2014 نیز با عنوان یک شریک قابل اعتماد با افغانستان همکاری خواهد کرد و سند همکاری های راهبردی یک تضمین همکاری دراز مدت برای برقراری امنیت هر دو کشور و منطقه خواهد بود. مشارکت دراز مدت میان امریکا و افغانستان به عنوان دو متحد استراتژیک سبب می شود امریکا به حیث یک شریک قابل اعتماد در بخش امنیت افغانستان باقی بماند. افغانستان دوباره به پناهگاه امن بدل نشود و جامعه جهانی نیز افغانستان را به باد فراموشی نسپارند. مقامات افغان اکنون از پیشرفت در مذاکرات حرف می زنند. چند پیش مقامات آمریکایی اعلام کرده بودند که سال 2014 به معنی پایان مأموریت آمریکا در افغانستان نیست. در همین حال آگاهان در افغانستان امضای پیمان استراتژیک با آمریکا را به نفع افغانستان می‌دانند. پیمان استراتژیک بین افغانستان و ایالات متحده آمریکا در این مقطع زمانی بسیار ضروری است. با خاطر این که ما از طرف همسایه های خود خیلی آسیب پذیر هستیم. اما نکته دیگر این است که امضای این پیمان برای همسایه های افغانستان به ویژه ایران و پاکستان خبر خوشایند نیست. محتویات از این پیمان باید از اطمینان بده به کشورهای منطقه ما که اونا از محتویات از این پیمان متضرر نمیشن. حالا سوال اینجاست که با ادامه سیاست های کنونی دولت افغانستان آیا میشود از امضای این پیمان سود جست و یا امضای این پیمان میتواند اندک تغییرات بالای زندگی این مردم بیاورد؟ رامش آرمان، تلویزیون 1. بیننده آماج هستین. مهمانان من در این برنامه نجیب محمود استاد دانشگاه و مسعود ترشتوال استاد دانشگاه با ما هستن. همچنان بیننده های عزیز از رسانه‌های حکومت تلاش کردیم که دوستی را در برنامه داشته باشیم تا در رابطه با جزئیات پیمان استراتژیک با شما معلومات ارائه کنند و معلومات خود را شریک بسازند، اما متاسفانه نتونستیم و دوستی به نام آقای صافی با ما وعده داد که به برنامه تشریف میارن ولی ناوردم. قضاوت به دست شما استاد عزیز. استادای گرامی خوش آمدید. جناب محمود با شما آغاز میکنیم. در این 3 دیدار شما به صفت کسی که مسائل بین المللی را تعقیب میکنین و مسائل پیمان استراتژیک با افغانستان را مشخصا تعقیب میکنین، چه نتایجی، چه پیش زمینه‌ای و چه شرایطی را دریافت کردین از دیدارهای افغانستان با آمریکا مقابلش؟ به نام خداوند بزرگ، بدون شک بحث پیمان استراتژیک یکی از مسائلی است که در یک سال گذشته و تا اکنون محافل سیاسی خصوصی، گروهی و حتی دولت با خود مصروف کرده و دولت گاهگاهی از توافق یک پیمان استراتژیک با آمریکا بحث کرده. بدون شک افغانستان در موقعیت هست که باید برای بقای خودش و برای بقای این نظام با یکی از قدرت‌های مطرح روابط محکم و دوستانه داشته باشه. البته ضرورت هم برای جامعه بین‌المللی وجود دارد که افغانستان در این مقطع تنها نگذاره و با کمک‌های خودش در قالب یک برنامه سازمان یافته شده کمک‌ها را تداوم بکنه و امنیت افغانستان را به یک نحو تضمین بکنه. چه اگر بعد از 2014
نیروهای بین المللی افغانستان را ترک میکنه، حتما باید یکی از دولت‌ها در کنار اردو و دولت افغانستان حضور داشته باشد تا به یک نحو پاسخگوی مشکلات امنیتی که گاه گاهی در بیرون مهندسی میشه باشد. اما جای تعجب ایست که کمتر از زبان مقامات ارشد امریکایی بحث پیمان استراتژیک مطرح شده. گاگای اونا از روابط راهبردی در آزمدت با افغانستان بحث کردن و قبلا هم ماگای روی یک سلسله مسائل با امریکا مسائل استراتژیک مطرح کردیم، اما هیچگاه مقام ارشد امریکایی از پیمان استراتژیک بحث نکرده. و حالا قسمی که شما خودتان گفتین از این سه دیدارها نتایجش چی بوده؟ چیز به نزد شما رسیده که مشخصا شرایط افغانستان چیست؟ البته افغانستان بدون شک با سری از شرایط خاص وارد این توافق خواهد، در صورتی که اگر بحث پیمان مطرح باشم، اول هی که باید کمک های دوامدار در عرصه های اقتصادی و آموزشی، کمک های تکنولوژی و مسائل علمی، آن یعنی چیزی شما که تا هنوز به پیمان باورمند نیستید؟ من زیاد باور ندارم، به خاطر از این که زمانی که بحث پیمان مطرح میشه باید در محافل سیاسی خود امریکا، در کنگره امریکا، در وزارت خارجه امریکا، در پنتاگون روی مسئله باید چند ازنی صورت بگیره. باید داشته باشیم توافق راهبردی با افغانستان گپ حساس برای امریکایی ها هم هست، برای اینکه امریکایی ها ازینه های گزاف را در جنگ افغانستان مصرف کردن که نتیجهش زیاد خوشایند نبوده و امروز افکار غرب و افکار امریکا از مصارف جنگ در افغانستان، از تلفات و کشاندن اساکر امریکایی در افغانستان چندان خوش نیستن و باور به این دارن که افغانستان برای اونها یک مصرف اضافی است و نتانستن مقصد را که امریکایی ها عبارت از تحقق دموکراسی و ایجاد یک دولت سلدوز در منطقه باشه نتانستن ایجاد بکنن. به منافع جدید که ایجاد شده و مقاصد جدید برمیگردیم.